ساخت خبرها. دفع اومد کلابر دفع نبر خونه دست کم 100 کشته و 100 زخمی در سیل افغانستان. وضعیت در پروان بحرانی است. امارات ایستگاه چهارم پومپو در تور دیپلماتیک خاورمیانه. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عرب منطقه خواست در برابر ایران متحد شوند. هشدار ترکیه به یونان بر سر ذخایر نفت و گاز مدیترانه. اردوغان میگوید کاری نکنید که به نابودیتان منجر شود. و درخواست لیونل مسی برای ترک بارسلونا. ستاره آرژانتینی فوتبال میگوید طبق قراردادش میتواند فوراً برود. باشگاه اما مخالف است. سلام و عصر بخیر. در افغانستان بر اثر جاری شدن سیل در چاریکار مرکز ولایت پروان تا به حال دست کم 100 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. آمار تلفات و خسارات هنوز نهایی نیست و ممکن است بیشتر شود. مقام های محلی تاکید کردند که اوضاع بحرانی است و امدادگران مشغول نجات کسانی هستند که زیر آوار ماندند. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان از جاری شدن سیل در دست کم 10 ولایت دیگر خبر داده. نسرین نوا از کابل و جزئیات بیشتر. این بار خبر از جنگ و انفجار نیست. فردای یک شبه به شدت بارانی است. سیل با زندگی مردم این گونه بازی کرده. چاریکار، مرکز ولایت پروان. باران از نیمه شب گذشته شدت گرفت و مردم محل را غافلگیر کرد. این حادثه طبیعی تنها خانه هایشان را نگرفته. جان عزیزانی با سیل از بین رفته که توان صحبت را از آنها رو بوده. بیش از 65 کشته و 90 زخمی فقط در این محل پس از اولین ساعات روز. هرچند مردم منطقه آمار تلفات را بلندتر از این میگویند. نیروی نجات از صبح امروز دست به کار شده تا به داد کسانی که زیر آوار گیر ماندند برسد. اینجا فعلا یکش مونده دیگه برآمده است. در کجا؟ آدم اینجا. دیگه گریختیم. دیگه اونو که بدن گفت 7 نفر اونجا مونده است. شاید نفر ده او بالا مونده. اینا 9 نفر اینجا مونده ده ای خانه. همزمان در دست کم 8 ولایت دیگر سیل خسار آور بوده. جانی و مالی. در نورستان هم باران شدید زیبایی های پارک ملی را با خود شست و برد. همین 2 ماه پیش زیبایی طبیعی اینجا باعث شد نورستان به عنوان پارک ملی شناخته شود. تلاش برای کمک به مردم و رفع موانع بر اثر سیل در پکتیا جنوب شرق کشور. اینجا هم از شب گذشته بارش باران به شدت ادامه داشته و راه‌های مواصلاتی بسیاری را مسدود کرده. تیم‌های بهداشتی و ماشین‌آلات جهت پاکاری مسیر و نجات مردم به این ولایت هم رسیده. مردم که از سیل اندوهگین شدند از کمک فوری پلیس خوشحالند. پلیس واقعا سر وقت رسید و مردم را نجات داد. کار پلیس باعث شد که راه ها دوباره باز شوند. امروز در کابل هم باران شدیدی آمده. اداره هواشناسی وقوع بارندگی شدید و سیل را در دست کم 10 ولایت از جمله کابل پیش بینی کرده. در این شرایط نگرانی درباره آمادگی دولت برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیل خیلی بیشتر از قبل شده. ارگ ریاست جمهوری به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ادارات مربوط دستور داده تا به متضررین کمک‌های فوری ارسال شود. شمار زیادی از آسیب دیدگان بی خانمان شدند و نیازمند سرپناه و مواد غذایی هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته در تلاش رساندن بسته‌های غذایی به نیازمندان است.
افغانستان به دلیل اقلیم ویژه‌اش کشوری سیل خیز است. اوایل امسال نیز ریزش باران بهاری و جاری شدن سیل در افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. 21 ولایت از 34 ولایت کشور در مقابل سیل و رانش زمین از آسیب پذیری بیشتر برخوردارند و در ولایت‌های شرقی و شمال شرقی خطر این حوادث بیشتر است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. باز هم در افغانستان بررسی های اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که در مصرف بودجه برنامه مبارزه با ویروس کرونا فساد گسترده‌ای صورت گرفته. با این حال قزار حارس بازرس ریاست جمهوری امروز گفت که برخلاف گزارش های قبلی هیچ دستگاه تنفس مصنوعی به خارج از افغانستان قاچاق نشده. این اداره پیشتر تعدادی از مقام‌های بلندپایه وزارت صحت عامه را به ظن حیف و میل بودجه مبارزه با کرونا به دادستانی کل معرفی کرده بود. علی حسینی همکارمان از کابل با ماست. علی، جزئیات بیشتر در مورد گزارش بازرس ریاست جمهوری چی داریم؟ در اوج شیوع و گسترش ویروس کرونا در افغانستان، منابع ملی و بین‌المللی به ویژه مالی اختصاص داده شد برای مبارزه با کرونا. در همین گیرودار هم بود که گزارش‌های نشر شد در رابطه با اینکه گویا فساد در بخش مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا وجود دارد. به همین خاطر ریاست جمهوری به اداره بازرس عالی وظیفه سپرد تا این موضوع را بررسی کند. امروز نتایج خودش این اداره اعلان کرده و موضوع مهمی که در نتایج گزارشش مشخص شده این است که حیف و میل گسترده‌ای در مصارف بودجه مبارزه با ویروس کرونا دیده میشد. در 4 ولایتی گزارش ها بوده که در هرات، نورستان، میدان‌وردک و بدخشان. حالا اداره عالی بازرس ریاست جمهوری میگه که تفاوت های گسترده وجود داره بین پولی که مصرف شده و پولی که قیمت اون مواد و تجهیزات طبی بوده. مثلا گفته که برش در 6 قلم تجهیزات طبی 19 میلیون اختلاف وجود داره، یعنی اون چیزی که خرج شده با اون چیزی که در بازار قیمت آنها وجود داره. یا مثلا گفته که قیمت یک سی تی اسکن 30 میلیون و 600 هزار خریده شده در حالی که قیمت آن در بازار چیزی حدود 11.5 میلیون افغانی بوده. این نشان میده که حیف و میل گسترده و اختلاس شدیدی وجود داشته. این حیف و میل و اختلاس ها چه تأثیری بر مداوای مریض های کرونا داشته و چه تأثیری رو فعالیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته؟ رئیس اداره بازرس عالی ریاست جمهوری به همین موضوع امروز در کانفرانس اشاره که ویروس را سبب شده که عرضه خدمات صحی و طبی به نیازمندان که در اوج نیازش دیده میشه متاثر بشه و همچنین این نتیجه گرفته که و حیف و میل صورت گرفته و به منابع و منفعت عمومی آسیب رسانده که این موضوع بسیار جدی است. به همین خاطر این اداره چندین نفر را به اداره لوئیس سارنوالی معرفی کرده، از جمله وزیر پیشین صحت عامه و 4 نفر از معاونین آنها را گفتن که متهم هستند به حیف و میل منابع مبارزه با ویروس کرونا و همچنین سوء استفاده از صلاحیت وظیفه. گرچه این افرادی که متهم شدن اتهام ها را رد کردن و بعضی از آنها گفتن که آماده پاسخگویی هستند. علی، خیلی ممنون از شما. علی حسینی همکارمون از کابل با ما بود با پوزش از کیفیت این خط از کابل. در ایران مدیر عامل شرکت توانیر میگوید حدود 8.5 میلیون خانوار مشمول دریافت برق رایگان هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم امروز در جلسه هیئت دولت گفت با مجانی شدن برق بیش از 30 میلیون نفر یک آرزوی 42 ساله محقق شد. 4 دهه پیش آیت الله خمینی پایه‌گذار جمهوری اسلامی بعد از بازگشت از تبعید به ایران وعده داده بود که آب و برق را برای مستمندان مجانی کند.
ارتش اسرائیل میگوید با هواپیما و بالگرد به مواضع شبه نظامیان حزب الله در قلمرو لبنان حمله کرده. به گفته ارتش اسرائیل این حمله در واکنش به تیراندازی به سربازانش از داخل لبنان بوده. تنش در این منطقه اخیراً بالا گرفته. ماه گذشته اسرائیل گفت یک حمله حزب الله به خاک این کشور را دفع کرده. دادستانی مصر دستور بازداشت مردانی را صادر کرده که متهم شدند 6 سال پیش در یک هتل در قاهره به یک زن جوان به طور دست جمعی تجاوز کردند. این اتهام را ماه گذشته یک حساب اینستاگرامی با عنوان پلیس تجاوز و تعرض مطرح کرده بود. این حساب به دنبال عدالت برای کسانی است که هدف خشونت جنسی قرار گرفتند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ایش به خاورمیانه امروز وارد امارات متحده عربی شد. او پیشتر در منامه با پادشاه و ولیعهد بحرین گفتگو کرد. آقای پومپو تلاش می‌کند سایر کشورهای عرب منطقه را تشویق کند که مثل امارات با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کند. او در این سفر همچنین بر اتحاد کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در برابر ایران تاکید کرد. محمد امینی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا در فرودگاه منامه از سوی عبداللطیف بن رشید الزیانی همتای بحرینیش مورد استقبال رسمی قرار گرفت. سفر وزیر خارجه آمریکا پس از اعلام عادی‌سازی روابط اسرائیل و امارات متحده عربی صورت می‌گیرد که اسرائیل و آمریکا آن را یک تحول تاریخی توصیف کردند. بحرین سومین توقفگاه وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ بود. آقای پومپئو طبق روال سفرهایش به منطقه ابتدا به اسرائیل رفت، بعد برای اولین بار مستقیم از اسرائیل به سودان پرواز کرد و بعد راهی بحرین شد. ایستگاه چهارم دیدارهای منطقه‌ای او امارات متحده عربی. امارات سومین کشور جهان عرب است که حاضر شده با اسرائیل رابطه برقرار کند. البته گزارش‌های مختلفی در این روزها منتشر شد که نشان می‌دهند صف شدن چراغ رابطه امارات با اسرائیل این هدف را هم دنبال می‌کند که اولین کشور جهان عرب باشد که هواپیمای فوق مدرن F-35 آمریکا را دریافت کند، چیزی که اسرائیل با آن مخالف است. در هنگام سفر آقای پومپئو به بیت المقدس، نخست وزیر اسرائیل در حضور دوربین‌های خبرنگاران از تعهد آمریکا به حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه. آقای وزیر دوباره تأکید کرد که آمریکا تحت هر شرایطی بر حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل پایبند است و همیشه همین را نشان داده. وزیر خارجه آمریکا در آستانه ورود به بحرین گفت برای مقابله با ایران اکنون بیش از هر زمانی به اتحاد در منطقه خلیج فارس نیاز است تا بشود صلح و رفاه پایداری را به گفته او ایجاد کرد. بحرین در میان کشورهای عرب مانند عربستان سعودی پرتنش در این نگاه و روابط با ایران را دارد. بن سلمان آل خلیفه. عادی شدن روابط با کشورهای عرب آرزوی اسرائیل بوده، ولی مسئله فلسطینی ها و نحوه رفتار اسرائیل در مسیر اجرای فرمول دو کشور اسرائیل و فلسطین دست بسیاری از کشورهای عرب را بسته است. عربستان هم به صراحت اعلام کرده که تا وقتی مسئله فلسطین حل نشود با اسرائیل رابطه عادی برقرار نخواهد کرد. محمد امینی، بی بی سی. یک روز بعد از اون که وزیر خارجه آلمان برای کاهش تنش میان ترکیه و یونان بر سر حق مالکیتشان بر ذخایر دریایی نفت و گاز از این کشورها دیدار کرد، دو طرف بر دعاوی خود تاکید کردند. نخست وزیر یونان گفته که به زودی قوانینی را برای گسترش قلمروی دریایی این کشور در مدیترانه وضع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در اشاره روشنی به یونان گفته که برای حفظ حقوق دریایی کشورش هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. او به کشورهای دیگر هشدار داد که اشتباهاتی نکنند که به نابودیشان ختم شود. ترکیه اکدنیزده ده، اگه ده، کاردنیزده ده، حقی olanı alacaktır. ترکیه در مدیترانه، اژه و دریای سیاه حق خود را خواهد گرفت. همون گونه که ما چشم به قلم رو حق حاکمیت و منافع کسی نداریم. ما بر سر چیزی که حق ماست هیچ امتیازی نخواهیم داد. ما از همتایانمان دعوت میکنیم که اشتباه نکنند و راهی را نروند که به ویرانیشان منجر شود. ازاق دورمایا دعوت ادیوروز.
امید شکری کارشناس انرژی از واشنگتن با ماست. آقای شکری، دعوا مشخصا بر سر چیه؟ چه مقدار گاز به چه ارزشی و کجا؟ بله، با مطالعه‌ای که سال 2018 مؤسسه اطلاعات انرژی آکسفورد انجام داد، مشخص شد که کلیه نواحی ساحلی دریای مدیترانه حاوی منابع عظیم گاز هستش، ولی این حجم گاز در حدی نیستش که بتونه معادلات جهانی بازار جهانی گاز رو به هم بریزه و بتونه رقیبی برای کشورهای عمده صادرکننده LNG مثل قطر و یا صادرکننده گاز مثل آمریکا و روسیه باشه. اهمیت منابع دریای مدیترانه در درجه اول برای تامین نیازهای داخلی کشورهای ساحلی این دریا و در میان مدت و بلند مدت برای بازار اروپا به عنوان آلترناتیوی برای مقداری از سهم گاز روسیه در نظر گرفته شده و تا به امروز هم بجز میدان تامار و لویتان اسرائیل که بخشش در ساحل دریای مدیترانه و بخشش در خاک اسرائیل هست و میدان زهر مصر، کشورهای دیگه تاکنون نتونستن منابع زیادی رو کشف بکنن. اکتشافات ادامه داره ولی اکثر اختلافات بر سر تعیین مناطق منحصر اقتصادی هستش که مورد اختلاف به ترکیه، قبرس و یونان هستش که به خاطر اون هم در هفته های اخیر تنش‌ها در منطقه بسیار افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسه که اگر دو طرف خویشتنداری نکنن تنش‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. آقای شکری، وضع حقوق بین‌الملل در این مورد چیه؟ مگه کشورها میتونن به دلخواه مناطق تحت کنترلشون رو در دریاها افزایش بدن یا کم کنن؟ کشورهای ساحلی بر اساس حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل میتونن به صورت منفرد و یا با تشکیل ائتلافی مرزهای خودشون رو مشخص بکنن، ولی عرض کردم باید طبق قوانین حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل صورت بگیره. تا سال 2019 تقریبا همه کشورها به صورت منفرد و یا با تشکیل ائتلافی مثل مصر و یونان و اسرائیل و یا قبرس یونان و اسرائیل تونستن بخشی از مرزهای خودشون مشخص بکنن و عملیات اکتشاف با حضور شرکت‌های بزرگ انرژی جهان شروع شده. تا اینکه تا ماه نوامبر سال قبل ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی معاهده دریایی امضا کرد که تونست بخشی از معادلات انرژی رو در منطقه به نفع خودش تغییر بده. تا اینکه دو ماه تقریبا ماه قبل قرارداد دریایی یونان و مصر اعلام شد و ترکیه اعلام میکنه که بنابر حقوق بین الملل منطقه‌ای که بین دو تا کشور یونان و مصر مورد موافقت قرار گرفته بخشی از منطقه منحصر اقتصادی این کشور شامل میشه و این قرارداد به رسمیت نمیشناسه. آقای شکری ببخشید وسط حرفتون پریدم، مرسی از شما. امید شکری کارشناس انرژی از واشنگتن با ما بود، متشکرم. یک خبر فوری داریم. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی درباره همکاری دو طرف منتشر کردند. آژانس گفته ایران به دو محلی که آژانس درخواست کرده بود به صورت داوطلبانه اجازه بازرسی می‌دهد. همچنین آژانس گفته که دیگر سوالات بیشتری از ایران ندارد و غیر از اماکنی که ایران اعلام کرده محل دیگری را برای بازرسی درخواست نخواهد کرد. کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیوست. کیوان، جزئیات بیشتر راجع به این اطلاعیه مشترک ایران آژانس داریم؟ نه، در واقع بیانیه که منتشر شده در همین حد هستش که شما بهش اشاره کردید و یک نشانه خیلی روشنی هست از اینکه ایران یک امتیاز رو تبدیل کرده، در واقع این داستان آژانس رو برای خودش، در زمینه اتفاقی که در شورای امنیت داره میفته. در شورای امنیت سازمان ملل دیشب در جلسه‌ای که مرتبط هم نبود به مسئله ایران و مسئله اسرائیل و فلسطین قرار بود بررسی بشه، یک چرخشی اتفاق افتاد و در جریان سخنرانی‌های نماینده‌های چین و روسیه مسئله ایران به شکل برنامه‌ریزی نشده‌ای مطرح شد و به شکل خیلی صریح از رئیس شورا پرسیدند که نظرش درباره گزینه ماشه‌ای که آمریکا فعال کرده چه هست، و در پاسخ به اون رئیس شورای امنیت، رئیس دوره‌ای شورای امنیت که نماینده اندونزی هست، گفتش که اختلاف نظر خیلی جدی در شورا وجود داره و او به عنوان رئیس شورا نظرش این هستش که
اقدام بیشتری بر نداره. بسیاری این رو شکست گزینه ماشه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت تفسیر کردند که حالا هم با این اتفاقی که در تهران افتاد به نظر میرسه که ایران هم آماده است تا امتیازات بیشتری بده تا فضا علیهش شکل نگیره و مسئله گزینه ماشه در شورای امنیت به نفعش تموم بشه. در حال حاضر اگر که آژانس بین المللی انرژی اتمی میومد و میگفتش که سوالات بیشتری از ایران داره که بی پاسخ مونده، یا اینکه ایران حاضر نشده همکاری منصفانه ای داشته باشه با این آژانس، طبیعتاً خیلی به ضرر موضع تهران و موضع کشورهایی میشد که از برجام دارن حمایت میکنن. قبلا گفته شده بود قبل از اینکه مدیر کل آژانس به تهران بره که تهران ممکنه با بازرسی آژانس از این دو مکان موافقت کنه به شرط اینکه پرونده فعالیت‌های گذشته بسته بشه. آیا این چیزی که امروز دو طرف به صورت اعلامیه منتشر کردن در واقع توافق ایران و توافق آژانس با بسته شدن همه پرونده فعالیت‌های گذشته؟ دیدم که صحبت از اینه که گفته که آژانس گفته که دیگر سوالات بیشتری از ایران ندارد غیر از اماکنی که ایران اعلام کرده، محل دیگری برای بازرسی درخواست نخواهد کرد. دقیقاً این جمله رو میتونیم اینطوری تفسیر بکنیم که گویا به اون خواسته ایران هم جامعه عمل پوشونده شده، ولی از اون طرف به هر حال به طور کلی مشخص است که ایران این امتیاز رو حاضر بوده بده، حتی اگر که یک امتیاز تبلیغاتی به نظر بیاد، حتی اگر این بازرسی‌های خیلی سرنوشت سازی هم برای آژانس نبودند. در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این هستش که دقیقاً 6 روز بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا شکایتی رو از ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد، و فراموش نکنیم در شکایتی هم که مطرح شد پنجشنبه هفته گذشته تاکید بر این بودش که ایران برجام رو نقض کرده و نقض برجام رو به شکل خیلی گسترده‌ای هم انجام داده. مسئله نقض برجام و مسائل تکنیکی مرتبط با برنامه هسته‌ای بر اساس در واقع ساختار سازمان ملل وظیفش بر دوش آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و این آژانس بازویی هست برای نظارت بر تمام مسائل فنی که شاید اون سیاستمدارها اطلاعات کافی هم ازش نداشته باشن. حالا موضع آژانس این هستش که ایران به شکل داوطلبانه این کارو کرده، همونطور که شما هم اشاره کردید ما پرسش‌های بیشتری رو هم نداریم از ایران در ارتباط با این برنامه هسته‌ای که میتونه برای ایران امتیاز قابل ملاحظه‌ای باشه، به خاطر اینکه عملاً بخش کارشناسی ماجرا داره به بخش سیاسی ماجرا که در شورای امنیت سازمان ملل نشستند و بر اساس مباحث و مبانی سیاسی تصمیم میگیرند، میگه که اینجا از نظر فنی ما مشکلی نداریم، هرچه هست دیگه مسئله سیاسی شماست که در شورای امنیت باید به نتیجه برسه. کیوان خیلی ممنون از شما. کیوان حسینی اینجا در استودیو و اطلاعیه مشترک ایران و آژانس. در دنیای فوتبال انتقالی پرسر و صداتر از این نخواهد بود. لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا بعد از 2 دهه توپ زدن در این باشگاه به صورت رسمی درخواست انتقال به باشگاهی دیگر را داده. هواداران میلیونی بارسلونا در سراسر جهان که هیچ وقت چنین روزی را پیش بینی نمی کردن حالا خشمگینند. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. دغدغه این معترضان خشمگین در بارسلون جدایی کاتالونیا از اسپانیا نیست. آنها برای جدایی دیگری عصبانی هستند. طلاقی بعد از 2 دهه بین لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم و باشگاه بارسلونا. طلاقی که حالا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. شرایط برای همه ناراحت کننده بوده. هیئت مدیره فعلی باید مدت‌ها قبل استعفا میداد. نتایج ضعیف، مدیریت ضعیف، هیچ کار مثبتی نکردن و دارن باشگاه رو داغون میکنن. معلومه که مسی میخواد بره. مدیریت باشگاه فاجعه بوده. مسی تنها دلخوشی ماست. نباید بره. اون خودش همه چیزه. سمبل بارسلوناست. بهترین بازیکن جهان از نظر خیلی ها و بهترین در تاریخ از نظر بعضی ها. در سن پایین وقتی استعدادیاب ها متوجه پتانسیل ناب او شدند، خیلی سریع مقدمات سفر مسی و خانوادهش از روزاریا در آرژانتین به بارسلون فراهم شد. او حالا تمام 15 سالی که حرفه‌ای فوتبال بازی کرده را در بارسلونا گذرانده.
اما با نتایج و وضعیتی که باشگاه امسال در آن قرار گرفته، به خصوص شکست تحقیرآمیز 8 جلوی بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان، انگار داستان عاشقانه مسی و آبی اناری ها به پایان رسیده. مسئله ای که تا این لحظه حتی انتخاب یک مربی محبوب جدید هم نتوانسته رضایت طرفین را جلب کند. مسی و تیم حقوقی او میگویند قرارداد جوری تنظیم شده که او اجازه دارد یک طرفه در پایان فصل آن را فسخ کند. وکلای بارسلونا میگویند ضرب العجل درخواست انتقال تا 20 خرداد ماه بوده و حالا مسی باید به آخر سال قراردادش متعهد باشد. باز وکلای مسی در جواب میگویند که به دلیل وقفه کرونا و کش داده شدن این فصل اجازه قانونی خروج از باشگاه را دارند. شاید حالا سوال مهمتر این است که مقصد بعدی مسی کجاست؟ اگر دشمن قدیمی رئال مادرید را به دلایل واضح از بین گزینه‌های محتمل حذف کنیم، منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد و اینتر میلان مظنونین اصلی هستند. و تا همین جای کار انگار منچستر در شمال انگلیس از هر جای دیگری محتمل‌تر. پوریا جعفری، بی بی سی. در دسترس نبودن آب آشامیدنی سالم در سیستان و بلوچستان سالهاست که باعث مرگ کودکان می شود. امروز 3 کودک دیگر در منطقه دشتیاری و راسک در این استان جان باختند. این اولین بار نیست که نبود آب آشامیدنی سالم از کودکان این منطقه قربانی می گیرد. یک گزارش دیجیتال داریم از سیامک محیط زاده. شما نمیشین در این کنار آب و برکه؟ آب نداره چیکار کنیم؟ این قابل از کجا برداشتی؟ اینجا میخوری؟ بله. اینجا ویلش کردیم، اینجا گرفت ترسیدیم ولی خوارم بود. خب مریض نمیشین بعضی که این آبا رو میخوریم؟ اگر مریض میشه میشه دیگه چی کار کنیم؟ به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.